عزیزان و همراهان همیشگی سلام، با افق نو از صدای آمریکا با شما هستیم با موضوع نبود نسبی شادی در زندگی شهروندان ایرانی. برخی فلسفه شادی رو غایت و هدف زندگی میدونن و برخی دیگه هوشمندی و دانایی رو. عارفان به ویژه مولانا سرآغاز شادی انسان رو در گرو خودشناسی دونسته و اون رو منوط به شروع بازگشت به اصل و اساس تعریف کردن. شاعران خوشبختی و شادی رو در وصال یار زمینی یا آسمانی جستند. اگر از علمای دین مفهوم شادی یا خوشبختی رو بپرسید، شاید از نیاز انسان به معبود و مفاهیم متافیزیک سخن بگن. آن سوتر و برخلاف جریان، برخی درونشناسان معتقدند شادی مقوله بیمایه است که گرفتار شدن انسان به اون سرآغاز انحرافه. مبحث دیگری در حس شادی انسان جای اختلاف بین علما و اندیشمندان حوزه انسانشناسی است. عده‌ای معتقدند خلق حس شادی و نشاط در انسان به دست خود اوست، اما بسیاری دیگر در رد این فرضیه دلایل پیرامون در خلق شادی رو نیز مؤثر میدونند. اگرچه همه این فرضیات در جستجوی مفهوم شادی یا خوشبختی در جامعه ایران قابل کنکاشه، اما تعریف شادی برای مردم ایران تنها در فضای ایدئال مفهوم نمیگیره. خب شاید بپرسید تعاریف واقع گرایانه برای تعریف حس شادی در میان ایرانیان چه هست؟ آیا شاد بودن به دست خود مردم ایران یا ملزومات دیگر نیز لازمه؟ آیا مردم ایران عمیقا احساس شادی یا خوشبختی دارند؟ آنچه که جامعه و مردم ایران در حس شادی یا خوشبختی نیاز دارند چه هست؟ آیا در تعریف و ایجاد حس شادی بین مردم و جهانبینی حکومتیان اختلاف هست؟ اینها و بیشتر در افق نو امشب. با ما باشید. خب عزیزان، اجازه بفرمایید خوش آمد بگم به میهمانان برنامه. خانم دکتر نهضت فرنودی، روانشناس بالینی از اورنج کانتی کالیفرنیا، و آقای رضا کاظم‌زاده، روانشناس از بروکسل بلژیک. طبق روال همیشگی برنامه این توضیح رو عرض کنم که ما در افق نو به حسب موضوع از کارشناسان عزیز دعوت به حضور میکنیم که نظر این عزیزان الزاماً همخوان با نظر صدای آمریکا نیست. خب خانم دکتر فرنودی، به عنوان یک روانشناس از حس شادی برای ما بگید که چگونه در درون یک انسان و یا یک جامعه تولید میشه؟ بله، بسیار مقدمتون جالب بود، به خصوص برای کسی مثل من که هم از یک سو به روانشناسی به عنوان یک علم اکادمیک علاقمند هستم و در اون راه مطالعه دارم، و از سوی دیگر به عرفان، به خصوص به مولانا سالیان سال که مهر می‌ورزم. همونطور که در مقدمه برنامه شما اشاره کردید، مولانا دو مفهوم برای شادی و دو مفهوم برای غم داره. از یک طرف مولانا نوعی از شادی ها رو مذموم یا ناپسند میدونه و بعضی از غم ها رو ممدوح یا پسندیده میدونه، و بنابراین با مفهوم عادی غم و شادی در میان عموم مردم کمی متفاوته، و او اعتقاد داره که شادی واقعی وقتی است که شما با خیشتن خودتون ارتباط برقرار میکنید، که در این خیشتن با خالق هم یک نوع پیوند پیدا میکنید. بنابراین مفاهیم متعالی رو از شادی مطرح میکنه. اما من به عنوان یک روانشناس اگر بخوام اظهار نظر بکنم، باید بگم که اول تفکیک ما باید بگذاریم بین لذت و بهجت. لذت یا شادی از ویژگی‌هاش اینه که فشردگیش زیاد، اینتنس، شدت داره، زمان یا به اصطلاح طول دوامش در ذهن کوتاهه، یعنی دیوریشنش کمه، و این لذت ها
معمولاً به عناصر بیرونی برمیگرده، مثل لذتی رو که ما در یه مهمانی که خیلی بزن به کوب هست تجربه میکنیم، مثل وقتی که از پاره از مواد یاری میگیریم، مثل وقتی که درگیر یک سکس پشنت هستیم، مثل وقتی که به اصطلاح به اون نیازهایی که میتوانه مغز ما رو به طور سریع تحریک کنه و اکثرا موجب تولید در واقع دوپامین در مغز میشه. ولی بهجت معمولا شدتش کمتره ولی دوام و پایداریش بیشتره و در اثر به اصطلاح عناصر خارجی و اون چیزهایی که در واقع تجارت شادمانی هست، مثل نمیدونم فیلم های تجاری که برای شادمانیه، مثل برنامه های کمدی و اینها که برای شادیه، به دلیل اینکه بهجت معمولا احتیاج به ترشح سرتونین یا تولید اکسیتوسین که هورمون دلبستگی و پیوندهای عمیق داره. بنابراین اگر ما به عصب شناسی غم و شادی بپردازیم میبینیم که یه تفکیکی اونجا وجود داره. اما به قول مزلو رهبر روانشناسی انسانی در جهان، انسان دارای نیازهای متفاوتیه و سلسله مراتبی در میان این نیازها هست که برآورده شدن هر درجه ای از این سلسله نیازها که ابتدایی ترینش نیازهای فیزیولوژیکه، یعنی خوردن و به اصطلاح آشامیدن و ارتباطات تشفیاویز داشتن و غیره، و بعد میرسه به نیاز مرحله بعدی که نیاز به امنیت، و بعد از اونجا میره به نیاز رتبه بالاتر که حس تعلق و تعلق داشتنه، و سپس از اونجا به مسئله تجربه عشق و وصلت‌های عاطفی عمیق که موجب خودشکوفایی و رسیدن به نهایت توانهای درونی یک انسانه که در واقع بهجت واقعی اونجا خوابیده. اگر از این زاویه بخوایم نگاه کنیم، اون وقت نکته‌ای که شما پرسیدید امریست بیرونی یا درونی، این که امریست هم بیرونی هم درونی. مثلا اگر جامعه ایران رو الان در نظر بگیریم، جامعه‌ای که در برآوردن نیازهای پایه اینقدر محدودیت، از جمله فقر، از جمله نداشتن روابط سالم بین دو جنس، از جمله بعد رتبه بالاتر نیاز به امنیت، که من از مراجعینی که از ایران میان میشنوم مهم نیست شما کی هستی، ولی در ایران به هیچ عنوان احساس امنیت نمی کنی. و بعد خب حس تعلق در جامعه‌ای که این چنین دو قطبیه، شما به کجا متعلقی؟ به رأس قدرت متعلقی یا به نیرویی که در برابر این رأس قدرت ایستاده؟ سپاسگزارم خانم دکتر فرنودی. آقای کاظم‌زاده، در خانم دکتر فرنودی به فرایند حس شادی اشاره کردند. در تکمیل توضیحات ایشون، شما از کارکردهای شادی در یک جامعه، به ویژه اگر میخواید جامعه ایران رو مثال بزنید، بفرمایید. با سلام خدمت شما آقای عباسی، مهمان گرامیتون و همینطور بینندگان عزیز. من در حقیقت در تکمیل صحبت‌های خانم فرنودی میتونم بگم که از نظر جمعی و اجتماعی ما اگر به مسئله شادی و کارکردهاش نگاه بکنیم، یک نکته خیلی مهمه، اونم اینه که به محض اینه که احساس شادی بروز عینی پیدا میکنه، به جمع و روابط جمعی مربوط میشه و این باعث میشه که جمع و گروه های اجتماعی نمیتونن نسبت به عواطفی مانند شادی بیتفاوت باشن. اما به لحاظ تاریخی اگه نگاه بکنیم، در اکثر جوامع سنتی در گذشته، من جمله جامعه خودمون، از نظر اجتماعی دو میشه گفت استفاده مهم از احساس شادی میکردن. یکیش
برمیگرده به مسئله در حقیقت تقویت پیوندهای اجتماعی و درون گروهی. ما میدونیم که همه عواطف انسانی مانند شادی، عشق، خشم و غیره انسانها رو به هم نزدیک و یا از یکدیگر دور میکنه. در گذشته البته شادی بیشتر به مثابه یک پدیده اجتماعی میشه گفت با یک سری شعائر دینی و مراسم آیینی و عرفی همراه بود. مثلا مثالی که خود شما به خوبی زدید، در عرفان یا در میان دراویش ایرانی از موسیقی و از رقص پایکوبی استفاده می‌کردند برای ایجاد در حقیقت نوعی احساس شادی، که این احساس شادی پیوندهای میان این افراد و همزمان تقویت می‌کرد و اون احساس تعلق به گروه رو که خانم فرنودی هم در موردش صحبت کردن تقویت میکرد. اما همزمان یک کارکرد اجتماعی مهم دیگه‌ای هم در اکثر جوامع شادی داشته و اونم تقویت میشه گفت هویت جمعیه. علم نوروسیانس که در واقع علم مطالعه میشه گفت کارکردهای مغزه، الان به ما نشون داده که خاطرات به میزانی که با عواطف ما گره خورده باشند در ذهن ما پایدارتر باقی میمانند. یعنی اینی که شما اگر یک وقایعی رو، یک سری اتفاقاتی رو با یک سری عواطف کم و بیش شدید زندگی بکنید، آنها در ذهن شما پایدار میمونن و خود به وجود آوردن خاطرات مشترک در درون گروه های اجتماعی در حقیقت میشه گفتش که هویت جمعی انسانها رو تقویت میکرد. سپاسگزارم آقای کاظم‌زاده. خانم دکتر فرنودی، با توجه به ویژگی های فرهنگی و ساختار اندیشه‌ای در ایران، آیا شادی مقوله فردی است یا تولید حس اون در جامعه صورت میگیره یا یک مقوله دو طرف است؟ بله، من از اینجا اولا عرض ارادت میکنم با آقای دکتر کاظم‌زاده که من گاهی در یوتیوب برنامه های ایشون رو دیدم و از تحلیل های دقیقشون همیشه بسیار لذت بردم و امیدوارم یه موقعی در اروپا ایشون رو از نزدیک ببینم، با احترام فوق‌العاده‌ای که برای ایشون دارم. خیلی جالب این مسئله رو به اصطلاح گسترش دادن. ببینید، همون نکته‌ای رو که اشاره کردند الان، چون انسان یک موجود اجتماعیه، به قول آمریکایی‌ها it's a social animal، و هویتی که در میان جمع به وجود میاد بس قوی تر از هویتیه که تک تک ما در انزوای خودمون تجربه میکنیم. مثلا شما دقت بکنید، این احساس قدرتمند درون گروهی یا برون گروهی، بهترین اینا رو شما در اسپورت ها میبینید. فرض کنید دو تیم با هم دارن مسابقه میدن در استودیو و شما به یک تیم متعلق هستید و به اعضای اون تیم متعلق هستید. وقتی اون تیم برنده میشه، شما میبینید جمع به طور همزمان و در یک ارتباط تنگاتنگ با احساسات یکدیگر شادی میکنه و تیم مقابل برعکس احساساتی متفاوت تجربه میکنه. این جریان رو الان در نوروساینس به خصوص، چون الان روانشناسی 10-12 سال بسیار روی آورده به اینکه عواطف، خاطرات، حوادث بیرونی، شرایط زندگی بر سیمپیچی های مغز ما و در مغز ما فرماندهی هایی که در رفتارهای فردی و اجتماعی ما ظاهر میشه چه نقشی رو ایفا میکنه. و به یه موضوع بسیار مهم رسیدن و اون experience of usness یا تجربه مایی، من ترجمه کردم به تجربه مایی، که این واژه رو گروه تحقیقاتی بوستون استفاده کرده و حکایت از اون ارتباط تنگاتنگی بین ذهن انسان ها میکنه که قدرتش در اینه که حس یکی در دیگری آنچنان دقیق آینگونگی میشه
و بر میگرده و آدم احساس این که بیرون از خودش فهمیده شد تجربه میکنه و این حس انقدر قدرتمنده که اگر شاد باشیم به شادی ما میافزایه، اگر غمگین باشیم از اندوه ما کم میکنه. بنابراین مهم نیست که ما در چه شرایطی به اصطلاح این احساس رو تجربه میکنیم. تردیدی در این نیست که شما در کنج خانه خودت تجربیات عاطفیت یک مراحلی رو طی میکنه، ولی وقتی به جمع متعلقی و در گروه قرار گرفتی یا اهالی یک شهر میشی یا اعضای یک تیم میشی یا اهالی یک کشور میشی، ملت میشی، اون وقت دیگه احساسات شما بسیار گره میخوره به احساسات آنهایی که با شما در اون گروه هستن. سپاسگزارم خانم دکتر فرنودی. آقای کاظم‌زاده، فروردین امسال نهاد آماری معتبر و وابسته به سازمان ملل آماری رو در حس شادی بین حدود 155 کشور ارائه داد که ایران در رتبه 108 بود. آیا واقعا این که حس شادی در میان ایرانی ها وجود نداره یک اصطلاحیه که عرف شده، یا واقعا باید به این آمار استناد کرد و پذیرفت، و دلیلش چه است؟ ببینیم، به طور کلی حالا صحت آمار و دقتش یک مسئله دیگه است، ولی به طور کلی با ارتباطایی که من و همونجور که خانم فرنودی هم گفتم با افرادی که در تماسیم، کسانی که از ایران میان، خیلی شاخصه های مختلف نشون میده که جامعه ایران متاسفانه در رابطه با رشد شادی و استفاده از فوایدش، همونطور که گفته شد، متاسفانه درصد چندان بالایی رو از خودش نشون نمیده. من فکر میکنم دلایل گوناگون داره. اگه ما به لحاظ اجتماعی و کلی بخوایم نگاه بکنیم، ببینید، توی من فکر میکنم که در هر اجتماعی به میزانی که میشه گفت قواعد حضور تون اجتماع پیچیده تر باشه و با آداب و معاشرت بیشتری همراه باشه، آستانه تحمل شادی تو جامعه میشه گفت پایین تره. یعنی وقتی شما عرصه عمومی رو تو جامعتون یک سری قواعد خیلی سخت براش میذارید، یعنی شادی در ضمن اون خصوصیات مثبتی که من براتون گفتم، متاسفانه تو جامعه ایران به لحاظ اجتماعی و نظمی که الان توش حاکمه خصوصیات منفی پیدا کرده، از دید در نظام سیاسی که بر ایران میشه گفت حاکمه. یکی اینی که عواطف انسانی، همونجور که خانم فرنودی گفتن، انسانها رو به هم نزدیک میکنه، اما گاهی اوقات انسانهایی رو که نباید، یعنی جامعه تصمیم گرفته که اونها از هم مجزا باشن، مثلا فرض کنید در استادیوم ها چرا در استادیوم ها زن ها نباید حضور داشته باشند؟ برای اینکه وقتی مرد و زن با هم تجربه شادی رو در حقیقت زندگی میکنن، اون مرزهایی و اون فاصله هایی و اون قواعدی رو که در حقیقت جامعه خواسته مستقر بکنه، امکانش هستش که اونها رو چیکار بکنن؟ اونها رو در حقیقت ازش فراتر برن. یا مقوله مثلا فرض کنید آب پاشی ها تو پارک ها که چند سال پیش در حقیقت مشکل آفرین بود. یک مشکل دیگه هم که از نظر نظم عمومی با توجه به شرایط فعلی جامعهمون شادی در پهنه عمومی ایجاد میکنه، اینی که شما به هر حال وقتی شادی رو تجربه میکنید، کنترل فرد بر خودش یه مقدار کاهش پیدا میکنه، متناسب با شدت اون عاطفه‌ای که داره زندگی میکنه، و همینطور کنترل جمع بر فرد کاهش پیدا میکنه. و از اونجایی که در جامعه ما متاسفانه قواعد بسیار زیادی برای حضور در جامعه، برای روابط اجتماعی و حتی روابط خانوادگی وجود داره، شادی گاهی اوقات حتی مایه اختلال در حقیقت این روابط تلقی میشه و این باعث میشه که نتونه اون رشد لازم و اون جایگاهی رو که لازمه تو جامعه ما پیدا بکنه. سپاسگزارم آقای کاظم‌زاده. خانم دکتر فرنودی، در ایران
مسئولان حکومتی شبکه تلویزیونی رو انداختن با عنوان نشاط و سرگرمی و هدفشون تزریق حس نشاط در جامعه است، ولی از اون سو به قول آقای کاظم‌زاده مانع شادی مردها و زنها در استادیوم یا در فضاهای دیگر میشن. این تناقضات آیا تأثیری در حس شادی و جنس شادی که در جامعه وجود داره به وجود نمیاره؟ بله، اتفاقا نکته بسیار جالبی رو اشاره میکنید. مثلا شما اگر خب به آمار اعتیاد در ایران الان توجه کنید که بسیار بالاست در میان جوونا، یا مسئله سکس و کاربرد سکس در روابط انسانی، اینا همه از اون نوع شادی های شدید زودگذر که من در ابتدا بهش اشاره کردم، ببینید رواج بسیاری داره. یا این جراحی های پلاستیک، یا این تغییر فرم دادن های صورت و ابرو و غیره، در ایران الان یکی از بالاترین آمار جراحی های پلاستیک که در واقع یک نوع شادباشی تصنعی و یک نوع سطحی نگریه که یه انسان، حداقل ما اینجا میدونیم که جراحان پلاستیک اینجا وقتی کسی میخواد بره و تغییر فرمی در صورتش به وجود بیاره، جراحان متعهد میگن چند جلسه برو پیش یه روانشناس که میخوان مطمئن بشن که آیا اندوه این افراد رو به این تغییرات سطحی نمیکشونه یا نه. خب ما وقتی این تظاهرات شادی هایی که در واقع عمق دردهای انسانی رو نشون میده نگاه میکنیم، بهترین شاخصیه که میتونیم بفهمیم شادی واقعی در جامعه به اصطلاح میزانش بالا نیست. حالا هی میبینین الان استنداپ کمدین یا اینایی که میان جوک میگن، هی آدما رو میخندونن، یا همین که جوک تو ایران انقدر ساخته میشه، اینها درست مثل قصه دلقک ها که میگفتن که دلقک وقتی ماسکش رو برمیداره میره خونه زار زار گریه میکنه، اون وقت در این حال اینکه یه همچین تزریق تصنعی شادی های زودگذر در جامعه داره رایج میشه به دلیل اینکه خودشون میدونن که راه های شادی واقعی رو رو به مردم بستن، تینیجرها، جوانها، بچه ها در مدارس مخلوط، در آمریکای تحقیقی شده مدارس مخلوط میزان افسردگی در بین دختران به خصوص کمتر از مدارسیه که فقط دخترها یا فقط پسرها هستن. بنابراین اون راه ها رو بستن، معاشرت سالم رو راهش رو بستن، موزیک غیر فیلتر شده رو راهش رو بستن، بندهای آشکار رو که نوازندگی کنن و خلاقیت بیافرینن و این راه ها رو بستن. بنابراین یه نوع تزریق مصنوعی. سپاسگزارم خانم دکتر فرنودی، سپاسگزارم. وقت برنامه رو به پایان هست. از شما ممنونم، از آقای کاظم‌زاده هم، از شما بینندگان هم سپاسگزارم که با ما بودید. تا افق نوع دیگر بمانید در خوبی و خوشی.